امیر تتلو همونطور که دیروز وعده داده بود امروز پاشد رفت سفارت ایران تا با دل و جرأت زیاد پاسپورت ایرانش رو تمدید بکنه. اگه میخوای بدونی که چه اتفاقی افتاد توی سفارت، توی این ویدیو همراه ما باش. هم فیلم کوتاهی از حضور امیر تتلو توی سفارت رو میشنویم، هم صحبت‌های تتلو و هم صحبت‌هایی که سرکنسول ایران توی استانبول انجام داده. پس تا پایان ویدیو همراه ما باش. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندی همین الان کانال رو سابسکرایب کن. سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خوش اومدید. همونطور که دیروز بهتون گفتم تتلو قرار بودش که امروز صبح باشه بره سفارت ایران توی شهر استانبول و خب یه تهدید اساسی هم سفارت رو کرده بود که هر جور شده کارش رو راه میندازن و اگرنه اونجا داستان درست میکنه. ولی خب امروز مثل اینکه خوش و خرم پا شده رفته سفارت و مشکل خاصی هم نه برای خودش پیش اومده نه برای کارمندای سفارت، ولی خب مثل اینکه کارش رو راه انداختن و اون انتظاری که داشت برای تمدید پاسپورت انجام نشد و گفته بودن که باید از تهران بررسی‌های بیشتر رو ما انجام بدیم و یه سری ایراد گرفته بودن که نواقص پرونده داری و تتوهای صورتت باعث شده که ما چهرت با عکس قبلی پاسپورت تفاوت بکنه و از اینجور بهونه آورده بودن که بریم با هم ویدیوی کوتاهی از حضور امیر تتلو توی سفارت ایران رو ببینیم. در انتها صحبت‌های تتلو و صحبت‌های سرکنسول ایران توی استانبول رو هم میشنویم. یه دقیقه وایسا پلیس ترکیه هم کمک میکنه که در رو باز کنم. خود پلیس ترکیه داره فیلم میگیره. جمعیت زیادی هم از تتلیتی ها جلو در سفارت برای دیدن تتلو جمع شده بودن که تتلو چون واکسر کرونا نزده بود بهشون نزدیک نشد و ازشون خواست که نزدیک نشن و متفرق بشن. دلیل این که بند واکسن نزدم نمیتونم نزدیک بشم از این فاصله هر چیزی که شما همه چیز پاک کرده. ولی خب بالاخره از بین جمعیت موفق شد که وارد سفارت بشه تا درخواستش رو ثبت بکنه. بچه‌ها امیر تتلو داخل سفارت شد و اما مثل اینکه خیلی خوششانس نبوده و پاسپورتش رو تمدید نکردن. بریم صحبت‌های تتلو رو درباره علت تمدید نشدنش ببینیم. والا نه گفتن پاسو داریم فلان واسه سلام اما تتلو بعد از اینکه از سفارت برگشتم توی کانال یوتیوبش یه پستی رو منتشر کرد و درباره اتفاقاتی که توی سفارت افتاده صحبت‌هایی رو انجام داد. تتلو نوشت من رفتم هوادارا هم اونجا دیدم اما باز پاسپورت رو به هم ندادن، گفتن صورتت فلانه بیزاره باید درخواست پر کنی. حالا درخواستم پر کردم ببینم دیگه مشکل چیه بهتون خبر میدم. بعدم ادامه داد رفتار سفارت ایران با من بد بود، بهم گفت باید بررسی بشه پروندن. از کجا معلوم شما اصلا اون عکس قبلی باشی؟ من فریاد زدم مردم آیا من امیرحسین مقصودلو هستم یا نه؟ نزدیک 40-50 نفر آدم بود اونجا، همه فریاد زدن بله. دوباره فریاد زدم آیا من امیر تتلو هستم یا نه؟ دوباره همه فریاد زدن بله. به یارو ماموره گفتم آقا مگه تو اسلام 4 نفر شاهد نیست؟ اینا 50 نفرن، همه هم مراجعه کننده های خودتون. تازه قبول کرد من هویتم معلومه و بعد گیر داد به تتوها، گفت باید بری تتوهاتو پاک کنی بعد بیای. دوباره فریاد زدم مردم آیا صورت من خالکوبی هست یا نه؟ همه فریاد زدن بله. گفتم آیا اینا رو میشه پاک کرد یا نه؟ دوباره همه فریاد زدن نه. گفتم دوست عزیز دیدی؟ اینم شاهدم. تازه قبول کرد اینا تتو و پاک شدنی است و گفت درخواست بنویس. اینا بی احترامی نیست؟ یعنی مردم مراجعه کننده میدونن اینا رو بعد مامور و مدیر اونجا نمیدونه؟ والا هست، بلا هست، به طبیعت قسم که هست. آخرش هم درخواست رو دادیم و گفتن وایستا تا جوابش بیاد. در ضمن میکروفونشون هم خراب بود، اصلا صداشون رو نمی اومد و کلی هم سر نشنیدن صدای درست اعصابمون رو ریخ به هم و این بلاییه که هر روزه دارن سر مردم میارن. مسئولینی که از بالا به مردم نگاه میکنن و جواب درست نمیدن و امکانات ضعیف که ناخودآگاه مردم ایران رو تیره میکنن.
اما به خاطر جنجالی که اتفاق افتاد سرکنسول ایران هم توی استانبول نسبت به حضور امیر تتلو توی سفارت واکنش نشون داد و شفافسازی‌های درباره اتفاقهایی که امروز توی سفارت افتاد انجام داد. کنسولگری ایران توی استانبول با ارسال پستی نوشت با عنایت به سوالات متعدد خبرنگاران در خصوص درخواست کنسولی آقای امیر حسین مقصودلو، روابط عمومی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول اعلام می‌دارد نام برد امروز چهارشنبه 25 خرداد 1401 با مراجعه به این سرکنسولگری درخواست صدور گذرنامه برای خود نمود. با توجه به نقص مدارک و اصرار ایشان برای مستثنا شدن از برخی بندهای قانونی الزام آور برای صدور گذرنامه، درخواست کتبی مشارالعلیه عیناً جهت اخذ تصمیم لازم به تهران منعکس شد. بدیهی است به محض وصول پاسخ از مرکز اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. روابط عمومی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول. خب دوستان، نظرتون راجع به اتفاقاتی که افتاده چیه؟ به نظرتون یه جورایی تتلو رو سرد اوندن و نمیخوان بهش پاسپورت رو بدن؟ به نظرتون بعد از استعلاماتی که حالا میگیرن چه اقدامی در قبال تتلو میکنن؟ به نظرتون بهش پاسپورت میدن یا یه تله‌ای چیزی میذارنش که برگردوننش ایران؟ حتما نظرتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.